سلام علی هاشمی هستم به کلاس من آیت خوش اومد و در هر نقطه ای از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ تابع خطی در فصل دوم درس اول از ریاضی یازدهم انسانی دوست من این پنجمین ویدیو هست امیدوارم که چهارتا ویدیو قبلی رو تماشا کرده باشید و اما تابع خطی هر معادله به فرم ایگرگ برابر با آ ایکس به علاوه به نماد یک تابع خطی خواهد بود چرا بهش میگیم تابع خطی؟ به خاطر اینکه توان ایکس من مساوی بوده با یک پس هر وقت تو هر سالی بهت گفت در یک تابع خطی در یک نمودار خطی در یک عبارت خطی اون وقت چیزی که کافیه توی ذهنت بیاد اینه ایگرگ برابر با AX به علاوه بی با توجه به رابطه ایگرگ مساوی با AX به علاوه بی شما میتونی نمودار رسم کنی پارامتر مجهول A به دست بیاری و پارامتر مجهول B به دست بیاری برای که بهتر درک کنی بریم ببینیم سوال از اون چی میخواد در یک تابع خطی F2 برابر با سه F من های 1 برابر با چهار نمودار این تابع را رسم کنی دوست من گفت تابع خطی اونی که میاد تو ذهن من اینه Y برابر با AX به علاوه B وقتی به من میگه f دو برابر با سه توی مقدار تابع ویدیو قبلی بهت گفتم وقتی f دو برابر با سه هست یعنی به جای x خودم دو جای گذین کنم و به جای y هم سه خب این کار رو انجام بدم به جای x میخوام دو بنویسم دو a به علاوه به به جای y هم بنویسم سه در زم گفته f منهای یک مساوی با چار این دفعه به جای x منهای یک جای گذین کنم و مساوی با چار قرار بدم پس منهای آ به علاوه بی مساوی با چهار چطوری معادله رو حل کنم؟ بهتره که این دوتا رو از هم دیگه کم کنی کم کمشون کنم اگر این دوتا معادله رو از هم کم کنم اون وقت میشه باید دعا منهای منهای آ دعا منهای منهای آ یعنی سه آ بی و منهای بی با هم یه ساده شدن رفتن در زم یک سه منهای چهارم که میشه باید منهاییه پس مقدار آ از اینجا برابر خواهد بود با منهای یک سوم آ حساب کردم میخوام برم سراغ محاسبه بی برای محاسبه بی بهتره بیام تو این معادله که به نظر ساده تر میاد و به جای آ منهای یک سوم جایگزین کنم اگر به جای آ بنویسم منهای یک سوم منهای یک سوم در منفی می شود مثبت یک سوم برای اینکه بی و به دست بیارم کافی مثبت یک سوم بیارم سمت راست پس مقدار بی من برابر خواهد بود با چهار منهای یک سوم چهار منهای یک سوم می شود یازده سوم مقدار مجهول آ و بی رو به دست آوردم یعنی عبارت من برابر است با به جای آ بنویسم منهای یک سوم و به جای بی هم بگم یازده سوم ترا تو خواستی من این رسمش کنم چشم فقط کافیه به جای ایکس هم عدد جایگزین کنم یک بار به جای ایکس هم بنویسم صفر یک بار هم به جای ایکس هم بنویسم منهای یک با دو تا عدد شما همیشه میتونید تابع خطی رو رسم کنی. اگه به جای ایکس هم صفر جایگزین کنم ایگره هم میشه یازده سوم اگر منهای یک جایگزین کنم منهای یک زب در منهای سوم میشه مثبت سوم یک سوم به علاوه یازده سوم یعنی دوازده سوم که بشه چهار حالا رسمش کنیم در نقطه صفر وقتی x بوده صفر y بوده 11 صفر. وقتی x بوده منهای یک y من مساوی با چند بوده باری کلا مساوی بوده با 4 یعنی یه ذره بالاتر بوده فقط کافیه که اینو رسم کنم و امتداد بدم تا اون تابع خطی خودم رو رسم کرده باشم پس تابع خطی یعنی ax به علاوه b وقتی تعرابتون میگه f2 و f منهای یک یعنی به جای x و y اون عددا رو جایگزین کن و برای رسم تابع خطی فقط کافیه به جای x دو تا عدد جایگزین کنید تا بتونید به اون جواب ایدئال برسید بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار